میخوام نگاهی بندازم به زندگی شخصی علی و خانواده او. ببینید، علی ابن ابی طالب خب به دلیل فقر ابی طالب به خانه محمد آمد، از کودکی در آن خانه بزرگ شد، حتی زمان ازدواج با فاطمه هم اموالی در دست نداشت. اما همین علی در زمان مرگ نزدیک به 27 تا 31 فرزند داشت، یعنی حدود 14 پسر و 16-17 دختر. دارای املاک زیادی بود در مناطق ینبو، در یمن و جاهای دیگه، که خب طبیعتاً شیعیان سعی میکنن این مطلب رو بیشتر به سمت سوی کشاورز بودن علی سوق بدن، که هیچ کجا ذکر نشده که علی کشاورز ماهری بوده یا در این زمینه ها فعالیت میکرد، بلکه باید همان اسنادی هم که وجود داره، سهمی که علی از غنایم میگیره، فرزندان او حسن و حسین از غنایم میبردن، که حتی حسین در جریان کربلا به عمر بن سعد بن ابی وقاص میگوید که اگر عبیدالله بن زیاد اموال تو رو گرفت، من از اموال خودم که بسیار بهتر از اموال تو در حجاز به تو خواهم داد. خب اینا نشان میده که این بزرگواران بیش از آن که به دنبال کشاورزی و تجارت بوده باشند، به دنبال گرفتن غنایم و حالا موارد مختلف بودن، که یک نمونه اون رو هم ما در مورد حسین دیدیم، کاروان معاویه رو تصاحب میکنه. اما علی در زمان زندگی با فاطمه، حالا جالب این هست که خب فاطمه اولین همسر اوست و تا زمان مرگ او هم علی ازدواج نکرد، اما علی در زمان حضور فاطمه به خواستگاری دختر ابوجهل هم رفت و این موضوع ظاهرا میان اینها کمی مشکلاتی ایجاد کرد، با اینکه خب حق علی بود که بتواند تا 4 تا زن بگیره، کاری که بقیه میکردن. اما پیامبر اسلام این حق قانونی علی رو به نوعی با کنایه پاسخ داد و اشاره کرد که خانه‌ای که دختر پیامبر خدا در آن هست نمیتواند خانه دختر دشمن رسول خدا باشد، در حالی که خود ایشان با ام حبیبه مثلا ازدواج کرده بود که دختر ابو سفیان. یعنی اینا آیه خامنه‌ای که میگه کش ندهید، به نوعی به مجلسی ها یا دیگر به علیان افراد دیگری که به گوش علی میرساندن رسان که حق نداری دختر من رو به نوعی برای او حبو بیاوری. در واقع تعدد زوجات خوب هست برای من و دیگران، برای دخترای من خوب نیست. ایشان مانع این ازدواج شد به نوعی، به شکل تلبیهی. این نزاها وجود داشت که حتی اون مسئله لقب ابو تراب رو هم به علی دادن، به دلیل اینکه به خاطر کدورتی که میان او و فاطمه ایجاد شد، علی از خانه بیرون رفت، در مسجد خواب بود که پیامبر به کنار او آمد و بلند شوی ابو تراب، چون سر روش خاکی شده بود. این داستان، این نزاها وجود داشت. بعد از مرگ فاطمه هنوز 3 روز نگذشته، بنابر اقرار شیخ عباس قومی در کتاب منتهی الامال و بقیه کتابهای تاریخی، علی با خواهرزاده خردسال فاطمه یعنی امامه ازدواج میکنه. امامه دختر ابوالعاص بن ربیع و زینب هست که در واقع خواهرزاده حالا به نوعی فاطمه محسوب شد، که علی با او ازدواج میکنه. علی با حسن و حسین هم باجناق بود، یعنی این پدر و دو پسر به نوعی با فرزندان عمروالقیس بن عدی ازدواج کردن، که محیا یا محیا رو علی میگیره، سلما یا سلما رو به حسن میدن و رباب به همسری حسین در میره. یعنی این پدر و پسر باجناق هم بودن. از میان فرزندان و حالا افراد دیگری که به عنوان زنان علی بودند، بین 7 تا 10 نفر رو ذکر کردن و کنیز که حالا دیگه جای پای اونها در تاریخ نیست چون تعداد بسیار زیادی بود. در میان فرزندان علی خب چند نفر شاخصن که شیعیان بیشتر با فرزندان فاطمه مثل حسن، حسین، زینب و ام کلثوم آشنایی دارن، که این ام کلثوم به همسری عمر هم در آمد و علی 10000 درهم مهریه گرفت از عمر و این افراد وجود داشتن. یکی از فرزندان شاخص علی محمد حنفیه بود. این محمد حنفیه به دلیل اینکه مادر او کنیزی بود که فرزند جعفر ابن قیس حنفی بود، به نوعی دارای اون جایگاه نشد، چون از خون علی و فاطمه نبود، فقط از خون علی بود با یک حالا کنیز. اما این محمد حنفیه یکی از شاخصترین فرزندان علی بود، در نبرد جمل، در نبرد صفین و جاهای دیگه جز پرچمداران علی بود. مختار هم سعی کرد از نام و اعتبار او استفاده بکنه و فرقه کیسانیه در واقع که به مختار منصوب هست، کسانی بودند که پیروان محمد حنفیه بودند. بعد از مرگ حسین این فرقه، یعنی فرقه کیسانیه، مهمترین فرقه شیعه میشه، گسترش پیدا میکنه و حتی بعدها عباسیان مدعی بودند که ما امامت رو از طریق همین فرزندان محمد حنفیه یعنی ابو هاشم به دست آوردیم. یعنی اونها برای خودشون می‌خواستن یه مشروعیت ایجاد کنن، گفتن ابو هاشم که فرزند محمد حنفیه بود آمد و در زمان مرگ خلافت و امامت رو به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس واگذار کرده، بنابراین ما به عنوان تالی بر حق خلافت شناخته میشه. در میان فرزندان علی خب باز نام عباس برای شیعیان خیلی برجسته هست، کسی که به نوعی حالا در حادثه کربلا از اون نام میبرن، فرزند ام البنین، که البته نام او فاطمه بنت حزام هست،
او داره دو سه برادر بود که عبدالله و جعفر و یکیش به نام عثمانه، اما شیعیان و آخوندها این نام عثمان رو نمی آورن که اتفاقا در حادثه کربلا بسیار رشادت هم کرد، اما چون نام او با خلیفه سوم یکیست شیعیان تصمیم گرفتن که سر سانسور بکنن علمای شیعه، نگن که علی مثلا نام عثمان رو انتخاب کرد. حتی علی نام فرزندی به نام عمر رو هم داشت که در واقع موقوفات علی بعدا به او رسید و او اداره می‌کرد اینا. یکی دیگر از فرزندان او که شاخص هست، من ساعتم رو نگاه می‌کنم که وقتم نگذره، عبیدالله ابن علی است. عبیدالله خب می‌دانیم مختار زمانی که به داعیه خلافت علویان برخاست به عنوان خونخواهی مدعی بود که من قصدم این نیست که خلیفه بشم، من می‌خوام قاتلین حسین رو مجازات بکنم، سپس حکومت رو بدم به اعقاب علی، به فرزندان او. خب بخشش محمد حنفیه بود که حاضر نبود خلیفه بشه، دیگری علی ابن الحسین بود که او هم با امویان دستش در یک کاسه بود، حاضر نبود خلیفه بشه. در این میان عبیدالله ابن علی که خب نزدیکی داشت با مصعب ابن زبیر و عبدالله ابن زبیر که اونها دامادهای حسن و حسین بودند، به او گفتن مختار کذاب دروغگوه، شما اگر میخوای امتحان کنی برو به کوفه بگو که فلانی مگر قرار نبود خلافت رو به فرزندان علی بدی؟ خب برادران من که نمیخوام، بدی به من، من خلیفه میشم. عبیدالله ابن علی مختار که دید اوضاع به هم میریزه ایشون رو فرستاد در زندان. وقتی ایشون رو زندان فرستاد دید بسیار از شیعیان بر او معترض شدن که خب این وعده‌ای بود که تو دادی، حال چگونه شده که عبیدالله رو به زندان انداختی؟ دید عملا داره برای او مشکل ساز میشه، لذا عبیدالله رو بیرون فرستاد. عبیدالله رفت به همان صف مصعب ابن زبیر و به نوعی عبدالله ابن زبیر، در نبردی که در مزار حرورا انجام میشه به دست همین مختار کشته میشه، یعنی فرزند علی توسط خونخواه فرزندان علی کشته میشه، که اینها فرزندان شاخصی هستن که در میان علی زندگی کردن. علی انسان داره ثروتمندی بود، ثروت بسیار زیادی، نخلستانهای زیادی داشت، اما سبک و سلوک زندگی او همانند بقیه اعراب بود، یعنی اونها با اینکه اراضی زیادی داشتن، موقوفات زیادی داشتن، اما آنقدر به نوعی حالا بریز و بپاش های نبودن که مثلا بگیم آنها تجملی زندگی میکردن، و این هم مختص علی نبود، طلحه هم همین گونه بود، زبیر هم همین گونه بود. حتی نکته جالبتر این است که معاویه همسری داشت به نام میسون که مادر یزید بود، او هم به دلیل اون خلق و خویی که در قبیله کلبیه داشت حاضر نبود در کاخ سفید شام زندگی کنه. خب به من یه چادر بدهید میخوام برم در بیابان ها زندگی کنم، من اون زندگی رو بیشتر دوست دارم، زندگی در کاخ برای من سخته. لذا اعراب این گونه زندگی میکردن، و اینکه علی رو بگوییم نون و نمک و اینها میخورد، خب بخشش مربوط به اون تقوای او بود، بخش دیگر هم مربوط به یک عرفی بود که در میان اعراب اون زمان وجود داشت و این گونه زندگی میکردن که برجسته کردن این مطلب. گفته میشود علی از گرسنگی سنگ به شکم خودش میبست که در واقع احساس گرسنگی نکنه، در حالی که هم خلیفه بود هم بر اساس تز خودش بیت المال را به تساوی بین همه تقسیم میکرد، که خب سهم خودش و زنش و بچه هاش هم بود، بنابراین نمیتونسته از گرسنگی سنگ به شکم ببنده و نخلستانهای فراوانی داشت. و این داستانهایی که این روحانیت شیعه تحویل ما داده فقط برای مخزنی بوده و هیچ. بله اصلا جناب مانی، این که میگن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، اول با سوال کرد که این آقا نگین پادشاهی رو از کجا داشته فقط در انگشترش که تونسته مثلا اونو بده به یه گدا؟ خود این مثلا مطلب اول باید مشخص شه، پس ایشون پولی داشتی که به عنوان زکات میداده، به عنوان چیزهای دیگه میداده، یا شما باید یک طرف استدلال رو بپذیرید بگید بله ایشون پول بود، پولدار بوده، اهل بذل بخشش هم بوده، یا باید بگید نخیر ایشون پولدار نبوده. خب اگه پولدار نبوده از مال کی بذل بخشش میکرد؟ این مشکلات در میان شیعیان وجود داره، اینها به فراخور درک و شعور مخاطبشون خطبه میخونند و به نوعی اهل نظر هستن، وگرنه در جاهای دیگر با مراجعه به اسناد تاریخی ما میتوانیم خلاف این همه ادعاها رو بر بشموریم که علی هم همان گونه که ما در گذشته ذکر کردیم از عبدالله ابن عامر پاداش میگرفت، از سعید ابن عاص برای او پاداش میرسید، عمر در دیوان علی و حسن و حسین رو برتر از حتی بسیاری از صحابه محمد در نظر گرفته بود، اونها رو اهل بعث حساب کرده بود، در حالی که اونها زنده نبودن، یعنی به دنیا نیامده بودن در زمان جنگ بدر، اما اینها ثروتی بود که اینها داشتن. ولی خب طبیعتاً برای شیعیان الفقر و فخری، فقر نوعی فخر محسوب میشه، لذا میخوان بگن که اینها صاحب پول و ثروت نبودن و زندگی محقرانه ای داشتن. هرچند زندگی محقرانه داشتن دلیل بر این نیست که شخص پولدار نیست، چه بسا پولدار هست اما نمیخواد از او استفاده بکنه. در شمال ما هم من زیاد میدیدم این پیرمردهایی که تفکر قدیمی داشتن، چندین هکتار زمین داشتن، اما اینها نگاه میکردی با این موتورسیکلت ها یا ما 125 طرف اون طرف میرفتن. خب این داستان ها هست دیگه، به هر حال نوع زندگی فقیرانه این افراد دارن اما دارای ثروت هم محسوب میشن.